نیروهای کماندویی اپوزیسیون سوریه در جنوب آن کشور راه زمینی ارسال سلاح توسط جمهوری اسلامی به دمشق و نیروهای حکومتی بشار اسد را مسدود کردند. نیروهای آمریکایی هم در منطقه عطنف در جنوب سوریه که در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار دارد حضور دارند. نیروهای تحت حمایت آمریکا در جنوب سوریه همچنین مانع گسترش داعش هستند. علی جوانمردی گزارش می‌دهد. پیشاپیش تحریم‌های آمریکا تلاش برای محدود کردن نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم افزایش یافته. گذرگاه التنف یکی از راه‌های اصلی ارسال زمینی تسلیحات و جنگ‌افزارهای سنگین ایران به سوریه در کنترل کامل نیروهای کماندویی مخالف حکومت سوریه که مورد حمایت آمریکا هستند. یک سال و نیم پیش قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران با پخش تصاویری از همین منطقه التنف همراه با لشکر فاطمیون افغان‌های سازماندهی شده توسط سپاه قدس ایران این نگرانی را ایجاد کرد که حضور نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در این منطقه ارسال سلاح به دمشق را تسریع می‌بخشد. ولی اکنون وضعیت متفاوت است. طبعا لم تستطع لا ایران ولا غیرها. شک نکنید نه ایران و نه هیچ طرف دیگری نمیتوانند مناطق تحت کنترل ما را مورد استفاده قرار بدهند. نیروهای کماندویی انقلاب سوریه و نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا اجازه چنین کاری را نمیدهند. نیروهای ما با نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش همراه بوده و توسط آنها تسلیح و آموزش داده شدیم. گذرگاه التنف واقع در مثلث مرزی عراق، سوریه و اردن علاوه بر سوریه برای اردن هم از اهمیت حیاتی برخوردار است. صدها تن از نیروهای کماندویی مخالف حکومت بشار اسد با کمک‌های آموزشی، تسلیحاتی و حمایت هوایی آمریکا این منطقه استراتژیک را در مقابل تهدید داعش نیز حفظ کرده‌اند. با تضعیف داعش مسئله گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه بیشتر از پیش مطرح شده و به گفته مخالفان سوری به رغم شروع دور دوم تحریم‌های ایران توسط آمریکا از این مسئله غافل نشده. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.